در پی احتمال مصادره دارایی‌های روسیه در آمریکا، رئیس جمهوری روسیه دستور شناسایی دارایی‌های ایالات متحده در این کشور را صادر کرد تا بتواند آنها را در صورت نیاز برای تلافی توقیف کند. ولادیمیر پوتین از اوراق بهادار، سهام شرکت‌ها، املاک و مستغلات، اموال منقول و حقوق مالکیت به عنوان مواردی که قابلیت توقیف دارد نام برده. اردوان روزبه از جزئیات بیشتر این اقدام اخیر ولادیمیر پوتین می‌گوید. روز پنجشنبه دولت روسیه اعلام کرد اموالی که از دولت ایالات متحده آمریکا احتمال داره در خاک روسیه وجود داشته باشه توقیف باید بشه و مصادره بشه. در واقع همونجور که پیش از این هم مدودوف از اعضای دولت روسیه اعلام کرده بود ممکنه به طور مستقیم اموال کاملی یا اموال کافی از ایالات متحده آمریکا در دستگاه دولتی روسیه وجود نداشته باشه، به همین دلیل فرمان روز پنجشنبه پوتین به این سمت خواهد رفت که اموال در بخش خصوصی رو مورد هدف قرار بده. در واقع با چنین شرایطی ممکن است شرکت‌هایی که حتی با آمریکایی‌ها کار می‌کنن یا دارایی‌های از قبیل سهام، سپرده و یا اموال منقول یا غیر منقولی رو دارن ممکنه هدف این حرکت دولت روسیه قرار بگیرن. اما سابقه چنین کاری از کجاست؟ وضعیت در حال حاضر برای روسیه بحرنج، درست در روزهایی که 7 کشور صنعتی جهان از جمله ژاپن، کانادا، امریکا، آلمان و کشورهای دیگه بر روی 300 بیلیون دلار سرمایه‌های توقیف شده دولت روسیه در حال حاضر در حال تصمیم گیری هستند، اون اتفاق باعث این شده که به نظر میسه روسیه چنین تصمیم رو اعلام بکنه. این کشورها در هفته‌های گذشته بر روی بررسی این که چگونه این پول‌ها رو بتونن خرج بکنن تصمیم‌گیری‌های نهایی رو دارن انجام میدن. اما روسیه با چنین رفتاری در عمل تلاش خواهد کرد که به نوعی این کار رو جبران بکنه. پیش از این دولت روسیه دست کم دو بار سرمایه‌های نزدیک به حدود 400 میلیون دلار پول از دو بانک آلمانی، یعنی دویچه بانک و کمرس آلمان رو توقیف کرده بود و حالا با چنین شرایطی تلاشی وجود داره برای اینکه بتونه فشار بیشتری رو بر کشورهای غربی بذاره.